با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران به دنیا. خامنه ای عملا دیوانه شده و خدمت شدن که امروز به جون اعضای دفترش اینور و اونور و دیروزم که اون ناطق نوری که مغز متفکر این بشر بود از مجمع انداخته بیرون و روحانی و خیلی کار دیگه رو میکنه و دستوری خیلی زیاد داده، ولی خوشبختانه دیگه زیر مجموعش فهمیدن این دیوانه و روانی شده. من اولین خواهشم از سربازای ارتشی و بعد از سربازای سپاه و از آخر بسیج، بیایید بیرون. به هیچ کدوم شما رحم نمی‌کنن. شما رو به عنوان کسایی که در این عملیات پیروز نشدید و با برخورد به مردم پیروز نشدید، شما رو محاکمه صحرایی می‌کنن و پدرتون همون سرزای اعدامتون می‌کنن که بقیه بترسن، حواستون جمع باشه. یک ساعت وایسن اشتباه، حکومت تمام شهرها سقوط کرده، در مشهد با کوکتورموتو مردم جیگر اینا رو درآوردن، شهر دیگه دارن همین کار انجام میدن و جوان ده شده واسه پای قصه سفت هم واسه دارن. خیلی سفت، خیلی یار گرفتن، خیلی اسید کردن، خیلی زدن و خودشو خواستن. مگه نمیفهم تو با کی میجنگی؟ تو با کی میجنگی؟ با کی؟ یه جو شعور خوبه، حالا اصل دست نمازم قدر خواستی بکنی تو پدر در میم روزگاه سیاست من. سرباز ها به هم بگید، ارتشی ها درشی ها رو به هم بگید بیاید بیرون. چون میدونی حکومت به هیچ جا نمیرسه. من حدود 4-5 سال قبل بود که از بچه رده بالا اطلاعات اینجا قرار باشم باش. این کسی بود که توی حکومت بود، خیلی جاها بود و آمد اینجا که من قانع کنه که تو مبارزه نکن، به هیچ جا نمیرسی. من با اطلاعاتی ها زیاد نشستم صحبت کردم، برابر کردم که آدم من بخرن یا چیز کنن، ولی این بشر مصمم صحبت میکرد. فهمیدم پشت به جای گرمی حرف میزنه. از اطلاعاتی بود که سابقا هم اطلاعاتی بوده و با اطلاعات های دیگه در وسط دنیا ارتباط دارند، چون اطلاعات دو سه رقم داریم، دو رقم بیرونی داریم. اینا اطلاعات اصلی ها کسی هست که با تمام سازمان اطلاعاتی دنیا ارتباط دارن، با CIA، با موساد، با همه جا خلصه ارتباط دارن. اونها یکی از اونها بود، پاسپورت خارج کشور داشت، کشور مختلف داشت، دو سه تا پاسپورت داشت و الاخر. من هم تو فکر که این چقدر محکم میگه، پشت بجه گرمه. بعد بهش گفتم ولی یه سی میخوام بدیم، من کار هفت درست خیلی محکم حرف میزنی. گفت تو مطمئن باش ما این حکومت فعلا نگه میدارنده. گفتم پس خدا مرده، خدا وجود نداره، عدالتی نیست، قانون کائناتی نیست. شور شد. امروز اصلی بیرون بودم، حال من خوب نبود دیگه، خلاصه یه جایی بودم. بعد زنگ زد به من، با یک شماره عجیب غریب زنگ زد، گفت محمدی به حرف تو رسیدیم درسته، ظلم پایدار نیست. گفت آقای محمدی اینو بهت بگم، میخوای به بچه هات بگی اسمم بگیش مشکل نداره و من 4 سال خارج کشور هستم، الان در نمیگردم اینجا، جا برای خودم پیدا کنم، ولی کار دارم، کار میکنم الی آخر. بعد حکومت یه ثابت دنیا به داداش برسه نمیتونه، چون دیگه تموم شده است. گفتم خب خداش رو همجا تو رسیدی. گفتم تو چقدر مصمم بودی اون زمان، محکم من میگفتی. گفت همیشه تو بحث اطلاعاتی صحبتایی بود که شما خاطرتون جمع باشه، انگلیس امریکا که شما رو زایی میزنی با تمام قدرت علیه ایران، ملت ایران، کشور ایران، شاه ایران، ملک ایران بوده و امید داشت یه قسمت از ایران رو تجزیه کنه به دست اسرائیل، یه قسمت از ایران دست خودش باشه، یه قسمت هم بده به چند کشور دیگه به عنوان اجاره. کشاورزی خیلی مسئله دیگه، چون اروپا در آب و اینا مشکلات زیادی داره، ولی امیدش به نامی تبدیل شد، نتونست. هر چی بود نتونست. طرحشون خیلی گسترده بود و ما میگفتند. حالا من میخوام یه حرف بهتون بگم دوستان، پس حواستون جمع باشه. کسایی توی تشکیل هستید حکومت کاری نمیتونه بکنه. الان خود بیشتره که نیروهای انتظامی ول کردن، چون جونشون دوستان با مردم میشه. مگه میشه شما کلا که 400-500 نفر با 60-80 میلیون نفر بجنگید، اونم با جوان دهه 80 دهه 70 مگه میتونی؟ تو پدرت هم نمیتونه. یورو دیگه اصله بود اصلا شوکردی چارش کردن، باز انسان هم که نمیزنن، میفته زمین یه لگت تو دهنش نمیزنن، دندانش خورد بشه و تمام شو پیکار نمی کنن. این ذات ایرانیه. من از دوستان خارج کشور هستم، توی کلیو بیشتر خارج کشور نشینا میبینند. به آقای ایلان ماسک پیام بدید، توییت بدید، هرچی ما بگه الان وقتشه، الان وقتشه. نوشداری بعد از مرگ سلام ما نمیخوایم. قشنگ براش ترجمه کنید، براش بگید قشنگ سفتش بگید الان وقت کاری بکنید، الان بکنید. اگه بازی دیگه در بیاد اون فلان کنی بیسا بین جلب ترام، نه ما نمیخوایم، منت هم نمیپذیر، نمیخوایم. و آقای ایسکا کجا میخوام، حالات میخوام کنی، اینا رو بازیه. اگه میتونی الان وقتش
الان وقتشه، الان الان الان. یکی دو روزی به در عمت میخوره، به در عمه منم نمیخوره. خدمتتون هستم که از پارکوی تا تجریش جمع میشونه، مردم جمع دارن جمع میشن. بعد خدمتتون هستم که سواره و بوق میزنن، در هشتادی ها چشمی را شده حضور دختر پارنده است. ما بچه های جنگیم، به جنگ تا به جنگیم. توپ تانک فش بشه، آخون باید گم بشه. و شب همدان هم الان حرکت کرده، قیام کرد، تم تمام جاری گرفته. من الان با تلفن مرتب اسمس میدم، چاره ندارم، چون قطع نمیره. خب بعد الان کم کم دارن محاصره میکنن دوربر صدا سیما رو، صدا سیما شهرستان هم همچنین. دوستان عزیز، صدا سیمایی که تو ایران فیلتر دارن چیکار میتونم بکنم ببینم، صدا سیما شهرستان رو 3-4 تاشی که بزنید بگیرید یا محاصره لاغل بکنید. ما تهران هم گفتم محاصره بکنن، محاصره بکنن، نتونه کارش رفت آمد کنه، همین کافیه تا زمانشون اونجا یک مشت سگ بستن اونجا. هرچند هیچ کاری نمیکنن، ترس ورش داشته همشون. جوری بکنید چاره پارک ترافیک بشه، پایین ترافیک بشه، دوربرش همه ترافیک بشه، نتونن کامل دوباره میان. بس همین کافیه واسه من، همین واسه من کافیه. 24 ساعت این کارو بکنید که میتونید بکنید و میکنید هم و نهضت بوق هم همین کارو کردن، شاهکار دارید میکنید. یه هر بوق یک تیر به قلب اینها. نشه استاد تو واتساپ فقط امکان انتقال پیام نوشتاری هست، تصویری رو هم میفرستم فلان جا. هموطن مشهد، هموطن با کوری موتور در برابر اشعار سید علی از خودشون دفاع میکنند. اینترنت در سنده و بسیار شهرهای دیگر قطع بوده و ارتباط با این شهرها به سختی انجام میشه و همینجا خبر داره مرتب برام میاد دوستان از طریق اسمس هر رقم. آقای مهران مدیری هم که امشب آمد برایت چستو و گفت هر کارو خوبم بکنید بکنید دوست، تاثیر رو قطع نکنید. و اینم در نوع خودش جالبه، در این شرایط یه حرف رو بخواد بزنه. سرباز وظیفه هر چی سعیت مال خدمت خود رو ترک کنید، به خانواده‌تون برگشته و به جمع مردم بپیوندید. رژیم تبعکا به زودی سقوط می‌کنه، شک دقیق سر سقوطش نیست، هیچ شکی درش نیست. و شاهزاده عزیز من فرمودن خبر رو ول نکنید، تموم شد، هیچ کاری نمی‌تونن بکنن. خبر رو ول نکنید، خبر رو ببندید و نیروی انسانی خودش باخته، حقش هم است ببازه. و 4 تا آشغال تو اینا هستن، اشد و شعبی اینا هستن توش، اونها هم دستگیر کنید، نکشید، بذار بمونن، باید محاکمه بشن. شیروان واقعا چه نوشته، چه میکنن دروان خراسان در خیابان؟ معترضان در کرمان زادگاه قاسم سلیمانی، در زادگاهش، در زادگاه این حرام الاخر و قاتل بچه ها، معترضان در کرمان زاده قاسم رو تاثیرش رو پاره کرده و آتیش زدن. نیروی یگان ویژه در آمر با مقاومت معترضان مجبور فرار شدند. تعداد جمعیت اینقدر هست که شما شکلی حرفا نیستید. آقای رئیسی در سازمان فرمودن همزمان با سرکوب معترضان جمهوری اسلامی پرچمدار عدالت است. عدالت، تو میدونی چه عدالت؟ پیش شرف. سیمای تهران در دوستان درگیر نشید خواهشن، فقط محاصرهش کنید، با هم دیگه همکاری کنید، هماهنگی کنید، تمام خبرها رو ببندید، بندازید نرده ها مرده، هیچ غلط بتونم بکنم نتونم نیروهاش بیان برند، همین کافیه. 8 ساعت اتفاق بیفته همه چی به هم میریزه و این برای ما ایدئاله. خامنه ای خیلی عجیبه، ناطق نوری ناطق کنار، ناطق نوری بدبخت نباشه هیچ پخی تو نیستی. بهتر البته حق ناتوری هم هست، کم به شاه تهمت زد. آتش زده بنر حجاب و مقنعه ها در اعتراضات چهارشنبه دانشگاه علوم تحقیقات تهران. نوشته استاد سلام، مردم خیلی نترس شدن میرن تو دل دشمن، اینترنت دارم کم کم به صورت کم میشه و آن خیلی و این خیلی خوبه. واقعا خوبه، اینترنت که تو تهران و ایران قطع بشه، تلفن‌ها نمی‌تونن قطع کنن، قطع بشه مردم بیشتر، بچه ها میان بیرون، افراد پیر و جوان میان بیرون و بیشتر این جمعیت، این
آمدن بیرون تعداد جمعیت دل حکومت خالی میکنه، بوق زدنش هتل رو خالی میکنه. خودشون باختن، فکر نمیکردن مردم توشون وایسن و بهشون برخورد دورش محاصره کنن. تا الان برش کن برش کن بیشرف بیشرف نه دیگه حالا تموم شد، حالا عمل میکنن میشه. این برد ماست. خارج نشینا خواهش میکنم هر جایی از هر سن و سالی از هر کاری انجام میدید با آقای ایلان ماسک پیداش کنید، قطعا پیدا میکنید، بهش بگید آقا الان وقتشه، این ظرف امشب تا فردا وقتشه. بعده دادید پای هر طرف دست مهره بازی پای هر کسی وایسا مگر بعدا بگی فلان کنن. یک بازار 80 میلیون مفت دست دادی. حجاب سی در دانشگاه، چند دانشگاه از جمله از زهرا سمنان پنجمین روز اعتراضی خود با نم به مرگ تحت بازداشت مهسا امینی به عمود اعتراضات پیوستند. عضو کمیته حقیقت به مجلس خونریزی گوش مهسا امینی را تایید کرد و یک سازمان حقوق بشری شماره کشتگان اعتراض شهریور را تاکنون 7 نفر اعلام کرد. که 7 نفر هم نیستن، کمتر 4 نفر. وزیر ارتباطات، شاید محدودیت هایی بر اینترنت اعمال شود، گزارش کاربر از اختلال. خب بدبخت، اول اصلا خودتون ضرر میشه، شما راهکاری بلد نیستید که هیچ چیز بشه میلاد خودی باختند. این نوری که بشه باشم سوال میگه واقعا حالا دیگه تموم شده اصلا اینا نه کنترل هیچ کاری میتونه بکنه چون اینا باختن خودشون. خب ما هم حدود 200 نفر در اصل هستیم که بیشتر اون دیگه رو برکم بودن بیرون. تو ارومیه یه نفر داشته فیلم بردیم کرد بچه گرفتن و حسابی گوشمالیش کردن حقشه. میگن خامنه ای فیلم مال قدیم هر کارش بکنه ضرر کرد، فرق نمیکنه. دروغ گفتن پس خامنه ای جو شد. اگه خامنه اصله پس دروغ گفتن، اگه خامنه قلابی است که بازم کار دروغ کرده، بازم کار کسر هم کار کاره همیشه پلشت خودش کسی باید منتاج کرده. این حرفا با این چیز به جای نمیرسید. قفس. خب الان اروپا هیچ کاری نمیتونه بکنه، همشون باید برن لا دست باباشون چون اینا کاری نیستن کاری نمیتونه بکنن. تکرار میکنم دوستان، من کمتر مسئله رو تکرار میکنم. پیام بده به آقای ماس، توییت بزنید، برن هر کاری میخواد بکنید، ترندش کن، هر کاری میخواد بکنید بکنید. اگه آقا کننده هستی، حرف مرد، حرف عمل هستی، الان وقتشه. بعدا دیگه ما خودمون کارو خودمون میکنیم. شازه ایزان باز پیغام شدید اینکه خیلی کوتاه 20 ثانیه خیابون دستش مصدلش نکنید. برنده هستید، واقعا همینه، برنده هستید. جایی رو گرفتید آتیش نزنید، جایی رو گرفتید تخریب نکنید، مال شماست. اگه پاسکار رو خلصه را کرد بسید از خودتون باشه، دست الفند سلا رو بدید و اول کاری که خودتون بهتر از من استادتر از من هستید. دیگه نفسه آخر حکومته. عزیز دلید، ایام بکام، روزگارتون خوش. تا جایی میشه کلیپ تو ایران بفرستی، تو واتساپ هر چی خواهم بفرستی، همین الان من گفتم واتساپ فیلتر شده، ولی در کل هیچ کاری نمیتونن بکنند. این نقطه شکست حکومته. رئیسی جاپاش داره تو روسیه محکم میکنه بره اونجا پرنده بشه. آقای رئیسی، اونا خودشون از تو بدبختر هستن، تو وامنتر هستن، اونا از شما خودشون همشون درمانده و وامنده هستن، چون شیطان مرد. شما شیطان ها جای خود دارید. اون رفت. الان بایدن میگه سکوت کر کننده در مورد مهسا گرفته، چون نمیگه بخواد خودش عامله. اون یکی دیگه اون بشکه کثافت و یکی دیگه ترامپ از اونها بعد همش از این بدتر هستن. همتون باختیم بازی رو. چقدر سخته این پسای آخر اینقدر تلخ باشه و شما آیندهتون تاریک و تار ببینید. حقتون است. اون زمانی که در قدرت بود امکان هر کاری داشت نکردید. باید چوبشو بخورید، چنان بخورید از دهنتون بیاد بیرون، اینجا بزنید بیرون ببینید. هم احساس رو مشاهده کنید. حقتون. این صدای مردم میبینید، این دادی که میزنند، این کلی توش خشمه. دنیا جدا شدید، شما 4 تا آشغال مادر شده بگیرید نمیتونید. این بچه اطلاعاتی هم شما گفت گفت بهشون بگو حالا وقتشه. بیا برنده هستید دیگه. تحریف حکومت هم شده هستید. پول ندارد، امارات ندارد، چیز ندارد، مدیر ندارد، هر کی فکر کنه خامنه روانی شده. خامنه‌ای روانیش به زن و بچه و همه داره بعد ایرانی فوش میده و شما فلان مرتی که تو یک آدم دوزاری کثافت بودی تو رو به اینجا گذاشتن. اینجا هاشمی رفسنجانی لعنت الله کاری کرد،
روسیه این کار کرد. ما که دیگه میدونیم تو دست شانده روسیه هستی، ادعای مسلمانی میکنی. شما که زبان کمونیست کافر میدونستید، کافر ملت همه شما هستید، فاسد، مفسد، مرتد، همه چی شما هستید. خب ایام بکنم، باز من مرتبط اسمس داره برام میاد، مرتبط از ایران جواب بدم و در خدمت شما هستم. خدا نگهدارتون.